نهم ربیع الاول روز شادی و سرور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بالاخص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در روایتی به نقل از فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام برای روز نهم ربیع اسامی بسیاری ذکر شده که از آن جمله میتوان به روز عید الله اکبر، روز وفای بعهد، روز ماندن آب در گلوی مخالفان، روز قتل منافق و روز برطرف شدن بدعت‌ها اشاره کرد. دوستداران اهل بیت علیهم السلام نیز با تأسی به روایت ایشان این روز را به یکدیگر شاد باش میگویند و در این ایام با عرض ارادت به ساحت اهل بیت علیهم السلام و بیزاری جستن از دشمنان ایشان به جشن و سرور میپردازند. مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام از الله نیز طی سخنانی در این باره فرمودند: روز نهم ماه ربیع الاول به عنوان قدیر ثانی در کنار روز هجدهم ماه ذی‌الحجه روز عید قدیر، در واقع دو بال و دو بازوی اعتقادی اسلام، یعنی اصل تولا و اصل تبری را تشکیل می‌دهند و این بدان معناست که قدیر اول و قدیر ثانی به عنوان تولی و تبری مکمل یکدیگر هستند و هیچ یک از دیگری جدا نیست.